ما حجج الهی بر خلقیم و فاطمه زهرا حجت خدا بر ما ائمه. بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک والملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و تصمت بذی العزة والعظمة والجبروت و استعنت بذی القدرة واللاهوت و امتنعت بذی العظمة والکبریاء والملکوت من کل ما اخاف و احذر. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم کنی. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم کنیم. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به پهلوی شکسته حضرت زهرا ببخشد و از بقیه غیبتش درگذرد. صلوات سوم محضر بی بی دو عالم تقدیم کنی. در مبحث شبهات فاطمیه امروز به شبهه ای می پردازیم که نه تنها اهل سنت، نه تنها وهابیت، بلکه برخی از قاصران شیعه نیز به آن پرداخته ام. این شبهه از شبهات معارف فاطمیه است و اون بحث حجیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها است. در واقع حضرت زهرا نه پیغمبرن نه امام، جایگاه مقامی حضرت زهرا چی؟ بحث امروز شاه کلید مباحث در شبهات فاطمیه بلکه در معارف فاطمیه است. در معارف فاطمیه چیه؟ او مقام حضرت زهرا از نظر علمی و از نظر جایگاه رتبه ای چه مقامی است؟ پیغمبر قطعا نیست، رسول نیست، اولوالعزم نیست، امام هم نیست،
کیه؟ مقامش چه مقامیه؟ چرا در واقع باید گفت رتبه او، مقام او چه مقامی است که تمام انبیا، تمام ملائکه باید از او فرمان ببرند؟ عبارتی که در دلائل الامامه از امام باقر سلام الله علیه در حدیث صحیح السند، در حدیث صحیفه فاطمه که از معتبرترین احادیث شیعه هست، عبارت امام باقر اینه: ولقد کانت علیها سلام مفروضت الطاعه علی جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکه. مادر ما فاطمه زهرا فرمانده مطلق بر جمیع آسمانیان، زمینیان، جن و انس، حیوانات، نباتات، وحوش، ماهیان دریا، پرندگان آسمان و فرمانده مطلق بر جمیع 124,000 پیغمبر و بر ائمه، بر همه خدا واجب کرده از فاطمه زهرا فرمون ببرن و دستورات فاطمه را بی چون و چرا اطاعت کن. این چه مقامیه؟ یه وقتی محضر یکی از بزرگان علما بودم، ایشون می فرمودن ما در این که آیا حضرت زهرا حجت الله هستن یا نه فکر می کردیم. دکتری که آدم محققی هم هست و رده معرفتیش در معارف اهل البیت قویه، زنگ زد پرسید آیا حضرت زهرا حجت خداست؟ امام نیست، پیغمبر نیست، آیا حجت الله هست؟ من موندم جوابشو چی بدم، چون او آدمی بود که اگر می گفتیم این عنوان ثابته می گفت دلیل، سند این حرف رو چی بگیم، ادعای بی خود که نمیشه کرد. بلند شدم تو قفسه های کتابا، یک مجموعه کتاب فقه استدلالی بود حدود 40 جلد، یکی از این مجلدات رو برداشتم تا باز کردم، با اینکه کتاب فقهی در فقه استدلالی مثل جواهر الکلام یا سایر کتب فقه استدلالی جای احادیث معارف نیست، احادیثی که مربوط به فروع فقهی هست آورده میشه. عجیب بود، من یه جلد رو برداشتم لای کتاب رو وا کردم، دیدم یه حدیث از امام عسکری است: نحن حجج الله علی الخلق و فاطمه
حجت الله علینا، ما حجج الهی بر خلقیم و فاطمه زهرا حجت خدا بر ما ائمه است. نه تنها فاطمه زهرا حجت الله هست، حدیث میخواد بگه حجت الحجج است، حجت الله بر حجج الهی است. این نکته اول که موضوع بحث امروز شبهه در حجیت کلام فاطمه است. ببینید اگه پیغمبر به ما امری بکنه، قرآن گفته و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس اطاعت از پیغمبر بکنه اطاعت از خدا کرده، پای این کلام را خود قرآن امضا کرده، دستور پیغمبر دقیقا فرماندهی خود خداست. حتی برای اینکه روشن باشه که اطلاق داره این معنا، همه حرفای پیغمبر حرف خداست، صریحا قرآن فرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چی بگه ما گفتیم وحی. امیرالمؤمنین اگر جمله‌ای بفرمایند یا دستوری بدن، چون امام است و جانشین پیغمبر معین شده و پیغمبر فرمود من اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی و من انکره فقد انکرنی و من صدقه فقد صدقنی، هر که اطاعت از علی بکنه اطاعت از من کرده، و اون پیام قوی الهی من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من فرمانده اویم فرماندهی منو قبول کرده، بعد از من علی فرمانده اوست دیگه. اینجا جایی برای بحث نداره که جمله ای که خاتم النبیین بفرماین لازم الاجرا و واجب الاطاعه است، بر همه، بر ملائکه، بر انبیا، بر اگه امیرالمومنین به یه پیغمبر دستوری بده باید اطاعت کن. حضرت عیسی نازل شده امام زمان بهش یه دستوری بدن، بر عیسی ابن مریم واجب است اطاعت کن، در این تردیدی نیست. سخن در این آیا اگر حضرت زهرا دستوری بدهن اطاعت فرمان این بانو واجب است یا نه؟ جایگاه، مقام، درجه و رتبه فاطمه زهرا چی؟ خب خیلی ها شبهه دارن، اصلا از نظر مقامی و استدلالی میمونن که آیا فرمانهای حضرت زهرا مثل فرمان پیغمبر، مثل فرمان امیرالمؤمنین یا ائمه هدات مهدیین لازم الاجرا واجب الاطاعه هست یا نه؟ امام عسکری می‌فرماید نه تنها بر خلائق جن و انس و تکوینیات فرمان مادر ما واجب الاطاعه هست، بلکه بر ملائکه جبرئیل و میکائیل، بر انبیا، بر ائمه و بر همه خلق واجب مطلق بی چون و چرا، بی قید، واجب است از فرمان فاطمه اطاعت کن. نکته دوم،
یه جمله ایست در زیارت آل یاسین در بحث حجت اللهی. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. سلام بر تو ای حجت خدا و ای دلیل اراده خدا. در این فراز علت حجیت کلام حجت الله بیان شده. علتش چیه؟ علتش اینه که حجت الله کسیست که حرفش، کلامش کلام خداست. از باب این که حرف او حرف خداست باید اطاعت بشه. حجت الله کسیست که دلیل اراده خداوند. ما از حرف حجت الله میفهمیم خدای حرف و اراده کرد. در واقع مقام لن یشاء الا ان یشاء الله. حجت خدا کسی است که نمیخواهد چیزی را الا خدا خواسته باشد. مشیت او مشیت الله است. اراده او ارادت الله است. و چون این اراده وصل به اون اراده است، یا بگو کاشف از اون اراده است، فرمان او کاشف از فرمان خداست بر ملائکه و انبیا و ائمه واجب است، از او اطاعت کن. این وجوب اطاعتی اصلا لزوماً تفاضل درجات هم نمیخواد از نظر علمی. ببینید در بحث رجعت ما داریم امام حسین در زمان ظهور امام زمان رجعت میکنه. 300 سال در زمان امام زمان امام حسین زندگی میکنه. 300 سال. و در این مدت تحت الامر امام زمان امام حسین زندگی میکنه. یعنی بر امام حسین واجب است فرمانهای صاحب الزمان را اطاعت کن. امام حسین میشه رئیس ستاد مشترک، فرمانده نظامی لشکریان حضرت است. امام زمان امام امام حسین میشه. او حجت است بر امام حسین. در زمان امام حسن، امام حسن بر امام حسین، با اینکه هر دو امام بودن، ولی امام حسن امیر بود بر امام حسین. به امام حسین واجب بود تمام فرمانهای امام حسن رو اطاعت کند. خوب به این نکات دقت کنیم تا بحث حجت الله روشن بشه. این دلیل اراده خدا بودن یعنی چی؟ یه مثال بزنم. تو این دادگاه‌های طلاق، زن و شوهرایی که آمدن طلاق بگیرن، ازشون اگه بپرسین آقا شما چرا اومدین طلاق بگیرن، میگن ما با هم تفاهم نداریم. تفاهم نداریم یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو نمیفهمیم. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. سلام بر تو ای حجت خدا. چرا حجت خدایی؟ چون تو دلیل اراده خدایی. اینقدر امام زمان به خدا نزدیکه، اینقدر ارتباط قویه، برو بالاتر،
مبانی الوهیتی الله، اصول حکومت الهی، اصول قانونگذاری خدایی، اصول اخلاق الهی، اصول فکر الهی، مبانی خدایی خدا چنان دست امام زمان است، قبل از این که ارادش رو بیان کنه امام زمان اراده خدا را می داند و کلام او و عمل او دلیل می شود بر اراده خداوند. این مقام حجت الله. کی حجت خداست؟ کسی که اراده خدا را قبل از این که خدا بیان کنه، جبرئیل رو بفرسته، وحی رو بفرسته، میدونه نظر خدا تو این مسئله چیه. اینقدر به خدا نزدیک. فاطمه زهرا کیه جوانها؟ چقدر به خدا نزدیکه. به اونایی که خودشون حجت اللهن، خودشون دارای این مقامن، فاطمه بر اونها حجت است. فاطمه زهرا بر حسنین حجت است. فاطمه زهرا بر صاحب الزمان حجت است. حتی فاطمه زهرا بر امیر المؤمنین حجت. نترسی. شبی که میخواست پیغمبر از دنیا بره، دست فاطمه رو گرفت، آروم گذاشت تو دست علی، فرمود و انفذ ما امرت که بها. علی جان، فاطمه من هرچه تو را بدان امر کرد نافذ بدان، بیچون و چرا قبول کن. فاطمه حجت خداست. فاطمه به خدا اینقدر نزدیک، خبر از الوهیت دارد، خبر از اراده خدا قبل از بیانش داره. اینقدر این بانو به خدا نزدیک، هر چه بگه خدا گفته. برای اینم هست که حجت الله هست. نکته سوم یا نکته چهارم، اگر کسی حجیتش جزئی باشه، مثلا برای مردم عادی در زمانی که حجت خدا رو ندارن، مثل دوره غیبت امام زمان، فرمودن علما و مراجع حجتن، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در زمان غیبت امام زمان، فرجعوا الى رواة احادیثنا، به محدثین، به راویان احادیث ما، به علما مراجعه کنید، اونها حجتن بر شما و انا حجت الله. حجیت علما و مراجع جزئیه، کلی نیست. در صورتی حجیت اونها بر شما ثابته که به انا حجت الله متصل باشه. یعنی چی؟ یعنی حرفهای ائمه رو بگن. نظریات مراجع هم همینه. در صورتی کلامشون حجت است که کلام حجت الله را، قرآن و حدیث را، لذا تو روایات هم داریم، اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لمشروط، نه مطلق، دیندار باشه، خیشتندار باشه، مخالفا لهوا، مرجعی که رو هوای نفسش حرف بزنه، خود به خود از مرجعیت خلع میشه.
مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، مطیع امر مولا باشد. فلل عوام ان یقلدو، مردم عوام میتونن از او تقلید کنن. ایاکه، امام صادق میفهمد، ایاکه ان تنسب الرجل دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بپرهیز از این که کسی غیر از حجت خدا امام زمان را حجت بر خودت قرار بدی و مطلقا حرفشو اطاعت کن. مشروط. اگر حرف مراجع مطلقا حجت بود، نباید هیچ مرجعی از مرجعیت خلع میشد. این نکات رو بگیرین که جزو نکات زیربنایی و اساسی در بحث حجت الله. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این بزرگان در زمان غیبت حجتند بر شما و من حجت الله هم. یعنی وقتی اینا حجتند که وصل به من باشن، از من چیز بگیرن بدن، نه از هوای نفسشون، نه رو ریاست طلبی، نه رو حفظ مرید، رو حفظ دین نظر بدن، رو مخالفت با هوای نفس نظر بدهن. این نکات وقتی روشن شد، حالا ما میخواهیم اثبات کنیم حضرت زهرا حجت خداست. ادله‌ای که در این زمینه هست چند تاشو بیان میکنه. حدیث اول که صراحت دارد با کلمه حجت، حدیث امام حسن عسکری است: نحن حجج الله علی الخلق و فاطمه حجت الله علینا. ما حجج الهی بر خلقیم و فاطمه زهرا حجت خدا بر ماست. اگر فاطمه امری بکنه، ما وظیفه داریم اطاعت کنیم. دلیلش هم همون که گفتم، مادر ما وصله، ارتباطش با خدا اونقدر قویه که اراده های خدا را قبل از این که خدا بیان کنه میدونه و کلام فاطمه و عمل فاطمه دلیل است بر اراده خداوند. حدیث دوم حدیث دلائل الامامه است. امام باقر فرمود: ولقد کانت علیها سلام مفروضة الطاعة علی جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکه. مادرمون زهرا واجب الاطاعه است بر جمیع ملائکه، بر جمیع انبیا، بر جمیع موجودات، آسمانیان، زمینیان، جن و انس و حیوان و درنده و پرنده و بر همه موجودات واجب الاطاعه است. حدیث سوم عبارتی است از امام صادق علیه السلام با سند صحیح: ما تکاملت النبوه لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. نبوت هیچ پیغمبری به کمال نرسید، هیچ پیغمبری پیغمبر نشد تا در پیشگاه خدا تعهد کرد، اقرار کرد من غلام حلقه به گوش فاطمه، هر چه فاطمه بگوید اطاعت میکنم. اقرار کرد به فضیلت فاطمه، کسی که افضل از منه من مطیع افضل باشم. اقرار کرد به محبت فاطمه، عاشقانه اطاعت می کنم از دستور زهرا.
به خدا قسم این احادیث قوقای، اگه بفهمی امروز حضرت زهرا کی. حدیث چهارم باز از امام صادق علیه السلام، فرمود و هی صدیقه الکبرى و على معرفتها دارت القرون الاولى. او صدیقه کبراست. خود بحث صدیقه کبرا بحث سنگینیه، فعلا واردش نمیشیم، ولی حضرت میفرماید بر اساس معرفت فاطمه چرخ زندگی در ادوار گذشته تاریخ، در ملکوت، در افلاک، در آسمان ها گردیده است. نظام عالم بر اساس اطاعتشون از فرمان های فاطمه و بر اساس شناختشون به حضرت زهرا مقام، رتبه، درجه پیدا کردن، وجود پیدا کردن و دارای زندگی شدن، دوران زندگی در قرون گذشته تاریخ بر اساس میزان معرفتشون به حضرت زهرا بود. به هر کی چی دادن، چه قابلیتی دادن، جبرئیل چی داره، چرا داره، چرا دردائیل نداره، چرا اون ملک دیگه نداره مقام جبرئیل رو. جبرئیل به اندازه معرفتش به فاطمه زهرا دارای این مقام شد، چون از همه بیشتر مطیع فاطمه بود، از همه بیشتر عارف به فاطمه بود. چرا حضرت عیسی مقامش بالاتر از حضرت ادریس؟ چرا مقام حضرت موسی بالاتر از مقام آدمه؟ چون معرفت موسی به حضرت فاطمه بیش از معرفت ادریس و بیش از معرفت آدم به فاطمه بود. همه اینا رو دارم میگم که امروز جایگاه خودتو مشخص کنی. تو چرا اینی الان؟ ما تو قرآن داریم خدا انبیا رو فشار میداد، کمک نمیکرد، 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 حتی اذ استی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا، تا انبیا مأیوس می شدن و فکر می کردن به اونها دروغ گفته شده، وحی الهی نبود، شاید شیطان بر اونها وحی کرده، اینا با وحی الهی اشتباه گرفتن. تا این حد انبیا تحت فشار قرار می گرفتن. چرا؟ چرا یونس بیفته تو شکم ماهی؟ او کلمات چی بود که تو شکم ماهی گفت نجات پیدا کرد؟ چرا زکریا رو بذارن لای درخت با اره بخوان ببرن؟ چرا دوربر عیسی رو بگیرن میخوان بکشن برای که حالیش کنن؟ اینجا یکی هست خیلی پیش خدا آبرو داره، باید او رو دوست بدارید و از او اطاعت کنید. ریشه وجوب اطاعت از فاطمه اینه که او دلیل اراده خداست. الله اکبر. کسی دیگه اینقدر به خدا نزدیک نیست، خب چیکار کنیم؟ نیستن دیگه، اینقدر نزدیک نشدن. جز پیغمبر و امیر المؤمنین هیچ کس دیگه به اندازه فاطمه به خدا نزدیک نیست که بتونه اراده خدا را قبل از بیان کشف کنه. ما ائمه هم هرچه دارن از مادرشون دارن. اگر امام زمان هم یا حجت الله و دلیل ارادته شده، عنایت مادرشه بهش، به این مقام رسید. بس همه امروز. امروز دلم میخواد جوانا بریم یه سری خونه امیر المؤمنین بزنیم. دلم میخواد خانوما برن زیر بغلای زینب 4 سالش رو بگیر. به فزه فرمود، فزه
بعضیم نقل کردن اسما امروز این روزا خونه بی بی بود پرستاری کنه با فزه هم یاری کنه فرمود یه کمی آب برا من بیار میخوام غسل کنم کمکم کن غسل کنم میدونید کمک در وضوع و غسل جایز نیست اگه کسی در غسل و وضوع از کسی کمک بگیره وضوش باطل غسلش باطل اما اگه کسی مریض باشه حالش خیلی بد باشه اگه بازو شکست است اگه پهلو خورد شده اگه خودش نتونه غسل کنه باید کمک فرمود اسما پیرن نوی منو بیار کمکم کن غسل کنم میخوام به مهمونی پیش خدا برم بعد از ظهر بود بی بی غسل فرمود لباس عوض کرد اسما کمک کرد در این مراسم بانو رو فرمود بستر منو پهن کن من لحظه استراحت می کنم ملافه رو رو صورتم بینداز اگه بچه ها اومدن نبینن و حال مادر رو یا الله یا الله بعد از ساعتی منو صدا بزن اگه جواب دادم فبها اگه جواب ندادم علی و خبر اسما میگه ساعتی گذشت اومدم ملافه رو از رو صورت کبودش کنار زدم بی بی و صدا زدم جواب نشنیدم دوباره صدا زدم یا بنت رسول الله جواب ندادن یا فاطمه الزهرا جواب نشنیدم یا سیدت النساء جواب نشنیدم در این حال حسنین وارد خونه شدن من اومدم از حجره بیرون پرسیدن اسما حال مادرمون چطوره گفتم مادرتون استراحت فرموده گفتن اسما هیچ وقت مادر ما عصر نمی خوابیده وقت غروب نمی خوابه خواب این موقع کراهت شدید داره خواستم بچه ها رو جلوشون رو بگیرم دویدن تو حجره امام حسن روپوش رو از صورت مادر صدا زد کنار زد یه نگاه به مادرش گرد یه دفعه یه نگاه به برادرش امام حسین گرد فرمود آجرک الله فی مصیبت الوالده داداش انا لله و انا الیه راجعون
خودش رو انداخ رو سینه مادر، اگه میگفت مادر من حسندم یه کلمه با من حرف بزن، سخن میگو. جوانا یه وقت دیدن امام حسین ایرون شده پریشان شده، خدا نکنه هیچ کودکی پریشان بشه. نمیدونم کودک پریشان حال دیدی یا نه، دیدن امام حسین دور بستر مادر طواف میکنه، مثل آدم های پریشون هی میدوه دور مادر. یه دفعه خودشو انداخ رو پاهای مادر، ای صورتشو به کف پای مادر میمالی، هی میگفت مادر من حسینه در، یه کلمه با من حرف بزن. اما اسما میگه زیر بغلاشونو گرفتم، اشکاشونو پاک کردم، گفتم برین مسجد باباتون علیو خبر کنی. دویدن آقازاده فزم دنبالشون میدوید، تا رسیدن دم در مسجد صدا زدن بابا بیا خونه، گمون نمی کنی مادرمونو دیگه ببینی زنده ببینی. امیرالمومنین تا این خبر رو شنید، یه وقت دیدن زانوهای علی داره میلرزه، یه سیهی زد، یه یا فاطمه گفت، او علی زمین خورد بیهوش. این سخن بر سر زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. آب به صورت مولان پاشیدن، به هوش جاوردن، تا خونه رسید هی چند بار زمین خورد از جا بود. یه جای دیگه هم این منظره رو سراغ دارم. جوون وقتی زینب کبرا بالا تل زینبی دید حسینشو دارن میکشن، دوید طرف گودال قتلگاه، هی زمین میخورد و از جا بلند. الله الله، مردم مدینه زیر بغلای علی رو میگرفتن بلندش میکردن. سادات کسی نبود میان اون همه دشمن، زیر بغل زینب رو بگیره. الله الله. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام
حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.